سلام و درود به شما بیننده های تمدن و فرهنگ جاغوری، خوش آمدید به برنامه آغل دا آغل. امروز ما آمدیم در منطقه شوغله و این منطقه را از زبان خود مردم به معرفی میکریم. با ما همراه باشید. خسته نباشید. سلامت باشید. شما خسته نباشید. زنده باشید. خب میشه خود معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قربان علی مظفری، باشنده پایجولگه شوغله. بسیار خوب. خب آقای مظفری، میشک درباره شوغله یک معلومات بدین؟ تشکر. شوغله در حدود 6 ملا بستیه که بعضیاشی در حدود 130-140 خانه یه، بعضی ملا بستیشی 50-60 در امی حدودا هسته. دیگه آمار خانهش دقیق یادم نیه که 500 چند خانه یه. یک زمان آمارش پیشم بود دیگه، خلاصه حالی از یادم رفته. دیگه شوغله، غرب شوغله که هسته مرز با کمرگه، همین منطقه پیجلوی شوغله. همین خدمت ترس کنم، شمالشم کویا، بعد از کوه کتیر موشیم مرز با کمرگه. جنوبش که است پای شوغله، مرز با کمرگه که کویا، فاصلهش کوی دیگه به اصطلاح. دیگه وسط و بالا سر شوغله مرز با اولیاتویه و شرق شوغله مرز با سادات ششبر. بسیار خب، شما گفتید 6 ملابستی در کل در خود شوغله هست. خب در هر قریه مثلا، اگر مثلا خود قریه ها را اگر میشه کسان نامشی یاد شما هست بگوید. امزی اول شروع کنم، امزی مرز کمرک. بله. فرض مثال ملابستی پایجولگه شوغله در حدود 60-65 خانه یه که از کمرگ وارد میشی، اول قریه اوبه یه، بعدش کلکله یه، بعدش سموده، بعدش ده یه، بعدش تلخگه که ما ساکینی تلخگی پایجولگه شوغله ایم، طرف گیرو زندگی نم. ملابستی دومشی بنام ملابستی میانه یه که قریه اولیشی قریه گیروی، بعدش سنگ افتاده، بعدش کوشه، بعدش دیبه، همینطور تربلاق قاده. این ملابستی دویومی شغله. ملابستی سومی شغله که است در حدودی حالا 50 خانه بیشتر و کمتر، دقیق یادم نیه، شاتوی آب قلگه. سومین ملابستی یا مکتب بستی شغله به نام اصالی سیاکوتل قطانسنگه. ملابستی پنجمی ظاهرا موشه، اره پنجمی ملابستی بالا سر شغله که زینفوز هم است، قرجات زیاد. ششمین ملابستی شغله به نام خارگردن یاد موشه که بازی خارگردن گرو پیتا ادره، بعد از او کتیر میشه ملاقی قریه بیتقوله که جای استاد بلیغه که مرز با ولیاتویه. بسیار عالی. آقای مظفری، میشه درباره کلانای این منطقه معلومات بدین که ها و هست؟ البته بعضی هاش مرحوم شده، خدا همه رحمت کنه، از جمله کسایی که مرحوم شده سالیان گذشته آقای دکتر قربان علی بده، دیگه فعلا آقای کریمیه که در ایران فعلا که موجوده، زنده آقای هاشمیه معلم پژواک، خدمت عرض کنم آقای شجاعیه که از سر شغله نماینده شغله، دیگه بعض علمایی که بوده باز وفات کده و دیگه کسا هم هسته، آدم های کلان سر شغله که اسمش علی ظاهر زیاد میرفته. بعد مایی ده بیتقول آقای استاد بلیغه، یک از علمای برجسته شغله
که فعلا در خانه یه. دیگه بعض دوستای مثل دکتر حسین علی و ملا دوران و کسای دیگه که امزی خارگردن فعلا در چیه در کابل نشیمنده. از او شیوتر که به خدمت ترسون در ملا بستی از سالیسیا کوتل قطانسنگ که آقای کیه آقای حاجی زاهدیه که یک زمان نماینده شغله بود، خیلی در شغله فعالیت هم کرد، فعلا در کابل زندگی نه. دیگه کربلای شاه حسین سفر خدمت ترس کنم. بعد مای پایین در منطقه شاتو قولک فعلا آقای ناطقیه استاد رشید چمنشای از قولک ابراهیم و کسای دیگه. در ملابستی میانه دیگه فعلا محاسن سفید فعال که است، آقای محمد امین دیبه کربلای عارف قاده در کوشم است، بعض دوستا که فعلا و هم در کابل بعض دوستا هم اینجا در گیروشی و یعنی محمد آشنا کربلای خانه و دیگه دوستا در پجولگه که است مثل اونایی که مرحوم شده فعلا موجود آقای کیه جیلانی که یک زمان نماینده شغله بود، آقای کربلای رمضان و خود حقیر فقیر. بسیار عالی، تشکر. خب میشه که در باره محصولات قریه شوغله مثلا شما کم معلومات چی کشت میشه، مثلا از میوه ها چی هست، اینا را کم معلومات بدید. خدمت ترس کنم که در منطقه شوغله دیگه همی سه بیشترین محصولات چیه که تازه هم رواج شده دیگه زردالو یا توده دیگه، یعنی درخت چنار زیاده، درخت بید زیاده، دیگه محصولات زراعتیش جمله گندوم جو و بعضی سبزیجات دیگه. بسیار عالی. خب میشه درباره مرکز صحی این منطقه مثلا آیا در اینجا مرکز صحی هست نیست، چطوری هست، میشه دربارش بگیم؟ خدمت ترس کنم که یک مرکز صحی در شوغله و اولیاتو که در منطقه تورمه یه، این یک مرکز صحی برای زیدو منطقه یه. بسیار خوب. خوبی در مرکز صحی بود. خب در باره مکتب مثلا در شوغله چند مکتب وجود داره و در باره دانش آموزا بگین مثلا سالانه چقدر فارغ میدن، فعلا مثلا چقدر دانش آموز در خود مکتب هست؟ خدمت ترس کنم که دو مکتب صاحب شغله دره، یک بالا سر شغله به نام لیسه حجت ابن الحسن علیه السلام، بعد پایین شغله یک لیسه به نام لیسه الهاج دکتر سلیمان رحمت الله علیه، همی دو لیسه دره شغله. ولی در این منطقه که ما زندگی نم نزدیک لیسه دکتر سلیمانیم در حدود 6.5 ساعت 7 ساعت یا 7.5 ساعت در امی حدودا شاگرد داره. خب آقای مظفری، میشه در باره مشکلات و چالش هایی که این منطقه با آن روبرو هست بگویید؟ همین منطقه شوغله. بله بگویید. خدمت آج آقای مرزایی عرض کنم که این مردم مشکلات فراوان داره. خب من جمله مشکلات صحی داره که در می وسط شغله باید مو یک کلینیک بخشی از مو همی دولت جور کنه. توقع هم از این دولت هم داره و هم نداره. آره خوش بحث فراوانی داره. این مشکل اوله، چون در زمستان ها که هسته این منطقه شغله بسیار سرسیره، برف زیاد مونه 2 متر 3 متر 2.5 متر تا کلینیک جاغوری تا بازار قجور خیلی رایه، در خود تو معلومه. یک مسئله دویم همی بعض از مناطق شغله آب آشامدنی صحی نداره، این هم خیلی ضروره. دیگه خدمت ترسون مشکل دوم، یعنی مشکل های اساسی به اصطلاح. مشکل سوم که شغله
دوچار از اون مشکل همی سرگ شغله به اصطلاح یک متراوی از این مترای خورد برور مرورنه از این مترای به اصطلاح کماز هم موره ولی این مترای بینس رفته نمیتنه و برور مرور نمیتنه از یکی همی سرگ شغله که هسته به اصطلاح ساده تنگه این دمی قسمت همو همی خواهانی همکاری است از دولت محترم اسلامی افغانستان اخص از رسانه شما که به نام رسانه تمدن و فرهنگ جاغوری رسانه فعاله واقعا فعالیت کرده و فعالیت مونه و خیلی تشکر از آقای لطیف میرزایی که همده از صاحب شغله از پجولگه من حقیر فقیر گیر کرده که یعنی دردی دل و دردی دل زیاده منتهی چالش های عمده را آدم باید بگیه حالا دیگه خدمت ترس کنم که وارد مسائل جزئیاتی جزئی نمیشه به خاطر مشکلات زیاده مسائل کلیش همین مسئله صحیه آب آشامیدنیه مسئله سرگه یعنی بعضی بندای جوی آب و زراعت یعنی برای مشکلات چون یک مردم فقیری از مرکز جاغوری به اصطلاح دوری و تا حدود امی ولسوالی جاغوری مقاماش تقریبا مر فراموش هم گرفتن نسبت به ساحات مرکزی جاغوری آره تشکر خب میشه درباره وضعیت زندگی مردم بگید بعد تاثیر کرونا که در این مناطق چطوری بوده سوال بجا البته منطقه شوغله با تلاش و زحمات خیلی از مسافیدها جمله خود بنده فعلا هم تقریبا نیمه قرنطین گفته میشه قرنطین بود دیگه قطعا به بعضی از مردم همی تاثیرات روحی روانی همی مرض کرونا گذاشته مردم ترس مخرا به اصطلاح زیاد و برو مرور نداره مگر کارای خیلی مجبور باشد اگر در سنگ ماشه و حضور یک دکتر باشد یک مرض عاجل باشد بره قطعا تاثیرات خو گذاشته آره خدمت ترس کنم وضعیت شغله فعلا آدم های تقریبا فقیر زندگی اینه دیگه آدم های که یک نان بخور و نمیر خودشت از اینجا رفته در شارع آره وضعیت مردم چندان قابل وصف نیه وضعیت عمومی شغله در واقع وضعیت عمومی شغله صحبت نم دیگه خدمت ترس کنم کرونا هم تاثیر خوب گذاشته منتها به فضل خدا مرضی که شویو گذاشته در شغله شویو نکده بخاطر امی بعضی از موسفیده روشن فکرها که فعالیت کده در مسئله قرنطین، در مسئله آگاهی دادن از این مرض چی رقم میگره، چی رقم نمیگره، فاصله اجتماعی و امثال هم خب آقای مظفری میشه در پیام شما رو بشنیم برای کسایی که از جاغوری در خارج هست یا مثلا در کابل هست میشه یک پیام داشته باشید اگر خدمت ترس کنم که پیام از ما اولیه که امی برای امزی دوستا و بزرگها و کسایی که از صاحب شغله در خارج شغله زندگی نه در شارها زندگی نه یا در خارج زندگی نه اول سلامتی و رفاه و آسایش میخواییم بعد از او امیدواریم کمی کسایی که یک نان بخور و نمیر خدره نسبت به این مردم همی همکاری به اندازه توان همکاری کنه دیگه خدمت ترس کنم که بعد از او از این دوستا از این هموطن ها میخواییم که همین مسائل کرونا را بسیار جدی بگیره چیزی که متخصصین توصیه نامو را رعایت کنه چی در داخل شغله چی در بیرون شغله کسایی که زندگی نه بسیار خب تشکر شما تشکر شما زنده باش